سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص تابع ایندایرکت با هم صحبت بکنیم. تابع ایندایرکت که توی قسمت فرمول ها، توی قسمت لوکاپ و رفرنس هستش، اینجا ایندایرکت رو میبینیم، یک در واقع متن و یک رشته متنی رو میگیره. اگر که اون رشته متنی مربوط بشه به یک آدرس سلول، اون قسمت رو، اون مقدار آدرس سلول رو که بهش دادیم برمیگردون. یعنی چی؟ برفرض معنی اینجا A2 رو دارم. A2 میتونه الان در حال حاضر یک متنه، یک رشته متنیه، خب یه تکسته، میتونه استفاده بشه واسه اینکه رفرنس داده بشه به سلول A2. اما به صورت مستقیم یا باید من مساوی قرار بدم اینجا که مقدار A2 رو برمیگردونه، یعنی رفرنسه، و اگر به صورت تکست باشه، یعنی دابل کوتیشن بذارم، همون A2 رو داره به من نشون میده، میتونم از تابع indirect استفاده بکنم. تابع indirect هم دوتا ورودی میگیره. اول میگه یه دونه ref text رو به من بده، یعنی یه تکستی که میتونه مربوط به رفرنس یک سلول، آدرس سلول باشه رو واسه من مشخص کن، که A2 همینه، باید داخل دابل کوتیشن باشه، یا اینکه اون مد از توسط مثلا فرمول concatenate یا فرمول texting text combine استخراج شده باشه و به یک متن میرسیده باشه. و بعد لاجیکش هست که دوتا هست، فالز و ترو. اگر فالز باشه به صورت RxC1، یعنی به صورت اینکه سطر و ستون شماره باشن. برفرض من اگه بگم 1 و 1، اینطوری مثلا داشته باشم، اینجا بالا نوشته باشم، اون وقت شماره سطر و شماره ستون دارم، که الان توی مثلا اکسل ما بیشتر ستون هامون به صورت عدد نیستش، به صورت حروف الفبای انگلیسیه، که من اینجا مثلا A2 رو نوشتم. خب اگر true باشه که به صورت معمولی هست، یعنی من اینجا true قرار بدم، همون A2 رو واسه من باید برگردونه. پس اگر من اوکی کنم، میبینین که آرمین رو واسه من برگردون، یعنی من اومدم یه دونه متن دادم که مربوط میشه به آدرس یک سلول، و اون وقت رو گذاشتم که بر اساس A بره جلوز، ستون A، و رو گذاشتم اینو و اینتر که کردم، مقدار آرمین رو واسه من برگردم. خب این چه کاربردی داره اگر من ندونم که در واقع اون مقداری که میخوام برگردونم تو کجا قرار داره و اونو پیدا بخوام بکنم؟ میتونم از تابع ایندایرکت استفاده کنم. ما تو ویدیو قبلی از مچ ایندکس استفاده کردیم، ویدو کاپ استفاده کردیم، میتونیم از تابع ایندایرکت ترکیبش با تابع در واقع مچ هم دوباره استفاده کنیم که یه مقدار رو مربوط به یه مقدار دیگر رو واسه ما برگردن، یعنی مثلا یاسی رو پیدا کنم و مقدار فامیلی نیمش رو واسه من برگردونه. خب چطور میتونم این کار رو با تابع ایندایرکت انجام بدم؟ میبینیم که اینجا ایندایرکت رو نوشتم، بذاریم بردارمش، مساویه ایندایرکت میذارم. حالا باید توی این قسمت اولش من آدرس سلولی که مربوط به یاسی میشه رو و میخوام فامیلی نیمش رو برگردم، یعنی B4 رو پیدا کنم. میدونم که فامیلی نیم توی ستون B هستش و B رو به صورت تکست میذارم اینجا، میدونم تو ستون B. خب اما نمیدونم تو کدوم سطره، چون ممکنه یاسی باشه، آرش باشه، آرمین باشه، بستگی به چیزی که اینجا تایپ میکنم. خب میتونم اند بذارم، از تابع مچ استفاده کنم. قبلا اینجا مچ رو نوشتم، قدیم هم توضیح دادیم، به خاطر همین دوباره دیگه توضیح نمیدیم. از تابع مچ اینجا استفاده کردم، سلول کادو رو باش ترکیب دارم میکنم. اند که میذاریم، این یه تکس اینور رو با تکس اینور که الان از سلول داره میخونه با هم ترکیب میکنه و در واقع B4 رو داره واسه من میسازه. و اگر اینجا هم باید ترو باسش قرار بدم، و اگر اینتر کنم میبینیم کابوسی رو داره برمیگرده. گفتیم این الان تابع اند، اگر دوباره بخوایم بنویسیم، ب گذاشتم، اند ترکیب کن با این یکی سلول که داره B4 رو بسنم برمیگرده. ولی این متنه، من همینطوری الان مساوی گذاشتم، فقط متن برمیگرده. اگر اینجا این دایرکت رو گذاشتم، این دایرکت بذارم و بگم به صورت ترو باشه، اون وقت داره کابوسی رو بسنم برمیگرده. ببینید اینجا هم تابع مچ رو استفاده کردیم که پیدا میکنه، به خاطر همین اگر من یاسی رو بکنم مثلا آرش، میبینیم که اطلاعات مربوط به آرش رو برمیاد. واسه ایج هم همینطور، به جای اینکه بی بذارم،
از سی حرف سی استفاده کردم و توی اسپشیالیتی هم به جای اینکه حرف سی حرف دی استفاده کردم که با همه اینا ترکیب شده با مچ و اینا رو واسه من آورده. این یه کاربردشه. یه کاربرد دیگه‌ش هم در واقع ببینید ما داریم یک متن رو به یک رشته متنی رو در واقع میگیریم و میگیم آقا اینو تبدیل کن به یک رفرنس، به یک رنج که من میتونم اینجا از ویژگی نیم منیجر و نیم استفاده کنم. حتما در مورد دیتا ولیدیشن های ترکیبی متغیر شنیدین. برفرض الان اگر من اینجا مارکتینگ داشته باشم، من یه لیستی از واحدها دارم و یه لیستی از تخصص هایی که توی این واحدها قرار دارم. حالا میخوام مثلا بنویسم اینجا تکنیکال و توی این قسمت در واقع تخصص هایی که مربوط به تکنیکال هست رو فقط بتونم ببینم و جدا کنم، یا اینکه بنویسم مثلا مارکتینگ و حالا وقتی که میخوام انتخاب بکنم فقط تخصص های مربوط به مارکتینگ رو ببینم. میبینی تغییر کرد لیستم، به این میگن لیست متغیر. من این کار رو میتونم از طریق indirect، ترکیب indirect و دیتا ولیدیشن انجام بدم. اولین کاری که باید بکنم چیه؟ اولین کار اینه که آقا بیا توی نیم منیجر، تو قسمت فرمول ها نیم منیجر تعریف کن هر کدوم از اینها رو به صورت یک نیم. مثلا نها کن این لیست افراد مربوط به واحد تکنیکال هستش، باید بیام اینجا دیفاین نیم رو بزنم و بگم مثلا این مربوط به تکنیکاله یا فنیه. مثلا بذاریم فارسی بنویسم فنی، خب و اوکی کنین. این قسمت رنج رو نها کنین، اینجا رنج رو انتخاب کرده دیگه. اوکی این که میکنین، اگر بیاین تو نیم منیجر ببینین که اینجا فنی اضافه شده. من قبلا این کار رو واسه مارکتینگ، یعنی اومدم اینجا یه نیم واسه مارکتینگ در آوردم، مثلا حالا فارسیش رو با هم بنویسیم، دیفاین نیم کردم، نوشتم مثلا مارکتینگ یا بازاریابی و یه بار هم واسه مالی این کار رو کردم. یعنی این کار رو حالا تو انگلیسیش کردم، الان فارسی واسه شما انجام دادم. پس به ازای هر کدوم از لیستایی که میخواین تغییر بکنه، میان یک دونه نیم تعریف میکنیم. این نیم ها در واقع به این قسمت یک اسم تخصیص میده. حالا میخوام بگم هر وقت اینجا مثلا نوشتم بازاریابی، توی این سلول کاربر من قابلیت انتخاب تخصصهای مربوط به این بازاریابی رو داشته باشه. بعد بیام تو قسمت دیتا ولیدیشن، بیام توی اینجا دیتا ولیدیشن رو به صورت لیست انتخاب بکنم و بعد از تابع اینجا باید فرمول بنویسم، تابع indirect رو باید بنویسم indirect. توی indirect باید چیکار بکنم؟ بگم آقا این سلول رو انتخاب کن، هر چی که اینجا نوشته شده بود، اینجا باید متن باشه، یه متن می‌نویسه، هر چی که اینجا انتخاب شده بود، نوشته شده بود رو به صورت یک نیم که به صورت ترو دارم قرار میدم، این نیم که اینجا نوشته شده رو به صورت یک رنج به من برگردون که این رنج برمیگرده به اون اسم گذاری که شما انجام داده بودین. اگر اوکی کنم می‌بینین که لیست مربوط به بازاریابی رو داره واسه من اینجا نشون میده و اگر تغییرش بدم به فنی، می‌بینیم که لیست مربوط به فنی رو واسه من داره نشون میده و اگر بگم مالی، میاد اکانتینگ و لیست مربوط به مالی رو به من نشون میده. خب اینم یکی دیگه از کاربردهای تابع indirect واسه ایجاد دیتا ولیدیشن های متغیر. ممنونم از توجهی که داشتین. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.